درود، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید. ایبار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما در ایران و دیگر نقاط جهان باشم. افراطی، واژه‌ای که این روزها در فضای سیاسی ایران و همینطور در شبکه‌های اجتماعی بسیار به گوش میرسد، خصوصا بعد از صحبت‌های شاهزاده در مورد اینکه نیروهای چپ افراطی و راست افراطی مانع اتحاد اپوزیسیون هستند. افراطی کیست؟ این موضوع رو به همراه دو کارشناس برنامه، آقایان مهدی فتاپور از مسئولان همگامی جمهوری خواهان و مرتضی اسماعیل پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به بحث و بررسی بیشتر می‌گذاریم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. آقای فتاپور، با شما آغاز می‌کنیم. اصولا در فضای سیاسی کنونی ایران به چه نیروهایی میشه نسبت افراطی داد؟ از نظر شما افراطی در فضای سیاسی ایران کیست؟ با سلام به شما آقای اسماعیل پور و تشکر از شما که منو برای این صحبت دعوت کردید. عرض بکنم طبیعتاً وقتی صحبت از افراطی میکنیم، افراطی یک واژه طبیعتاً باید تعریف بشه و در غیر این صورت میتونه برداشت‌های متفاوتی بشه. از نظر من وقتی صحبت از نیروهای افراطی میکنیم، در وهله اول کسانی هستند که موجودیت نیروهای دیگه‌ای رو تحمل نمی‌کنند یا به ضرر کشور میدونند یا خواهانند. طبیعتاً اینکه نیروها چه کسانی هستند وقتی با این تعریف جلو بریم زیاد پیچیده نیست. همه جریاناتی که با ایده مرگ بر فلان نیرو، حالا واژه‌اش طبیعتاً مثل مرگ بر مجاهد، مرگ بر چپی، مرگ بر سلطنت طلب، مرگ بر تجزیه طلب، مرگ بر فلان و بهمان میان وسط میدون، اینها طبیعتاً نیروهای افراطی هستند و طبیعیه که با نیروهای دیگه نمیتونن همزیستی داشته باشند. از این زاویه، خب من خودم با این زاویه تعریف میکنم، اگر میتونم بحث رو ادامه بدم یا نه، وگرنه میتونیم رو همین تعریف یه مقداری مکس کنیم بعد ادامه بدیم. حتما ادامه بدید. بله، عرض بکنم در این چارچوب صحبت آقای رضا پهلوی صحبت دقیقیه از یک زاویه، و نیروهایی که با یک چنین چارچوبی برخورد میکنند، وجود و هستی نیروهای دیگر رو نفی میکنند، زیر سوال میبرند یا سیاستشون در این جهت، لازم نیست حتما شعارش رو بدن، هرچند ما این شعارها رو شنیدیم و میشناسیم نیروهایی رو که با این چارچوب میان و این یا اون نیرو رو که باش مخالف هستن حتی موجودیتش رو زیر سوال میبرند، ولی سیاستی رو که این وجه رو داره نیروهایی که داشته باشن افراطی هستن. ولی من یه مقداری فکر میکنم از یک زاویه باید بحث رو بازم دقت برد. وجود نیروهای افراطی، جریانات افراطی، صرفاً این نیست که اتحاد نیروها رو مانع میشن، هرچند در این امر هم تاثیر دارن و نقش منفی میتونن داشته باشن. این نیروها اساساً امکانات تحول دموکراتیک در جامعه رو میتونن سد ایجاد بکنند. یعنی شما زمانی که نیروهایی دارید که از همین ابتدا وجود و همزیستی با نیروهای دیگه رو نفی میکنن، طبیعتاً گفتمانی رو در کشور دامن میزنند که خب مثلا در رابطه با حکومت اسلامی در این سالها شاهد بودیم، گفتمانی رو که اساسش بر مبنای نفیه، اساسش مرگ بره، و لطمه میزنند به تحولات مثبت در همه ابعاد. در وجه نیروهای چپ، خب به هر حال هستن نیروهایی هم که یک چنین ایده‌ای دارن، ولی خب حسنش در بین نیروهای جمهوری خواه و چپ اینه که این نیروها تفکیک شدند، یعنی به هر حال همه نیروها با همدیگه به صورت احزاب متفاوتی عمل میکنن و عملا نیروهایی که چنین سیاستی دارن با نیروهای معتدلتر هم دور هستن، با همدیگه متفاوت هستن، هم میشناسن. ولی در مورد نیروهای راست، نیروهای هوادار رژیم پادشاهی، ما چنین تفکیکی نداریم. عملا می‌بینیم که نیروهایی که حتی نزدیک به آقای رضا پهلوی هستند، در عمل یک چنین سیاستهایی پیش بردند و در دوره اخیر به راحتی می‌تونیم شاهد بودیم که یک چنین ایده‌هایی مطرح شده و نسبت به نیروهای دیگه چنین موضع‌گیری شده. بنابراین نقش اونها در مسئله بسیار جدی‌تره و من فکر می‌کنم رو این موضوع باید مکث بشه. ولی اون چیزی که مسئله اتحاد نیروها رو منجر میشه، مانع میشه، صرف نمیشه با وزن نیروهای افراطی توضیح داد. موضوع وسیع‌تر از اینه.
یک زمانی هست که نیروهای افراطی نقش تعیین کننده دارن، طبیعتا اون زمان خب نمیتونن نیروها مانع بشن، ولی که ما میبینیم نیروهای معتدلتر، نیروهایی که خودشون هم افراطی نمیدونن، هم نمیتونن با هم دیگه بعضی وقتا کار بکنن، من جمله بین نیروهای جمهوری خواه، نیروهای هوادار رژیم پادشاهی، و در نتیجه ما باید با سیاست معینی که حتی نیروهای غیر افراطی هم دارن در این میونه مطرح بکنیم. ائتلاف نیروها میتونه خب یه واقعیتی داشته باشه، میتونه اختلافاتی وجود داشته باشه، نیروهایی نخوان با هم همکاری بکنن، صریح ندونن، فکر بکنن سیاست اون نیرو اختلاف دارن و غیره، ولی ما با یک پدیده‌های دیگه ای مواجه هستیم علاوه بر افراطی بودن که من در صحبت دور دومم به اونها میپردازم. آقای اسماعیل پور، افراطی در سپهر سیاسی ایران کیست؟ چه نیروهایی در حال حاضر از دیدگاه شما افراطی هستن؟ بود خدمت همیهنان گرامیمون که این برنامه رو میبینن، آقای فتاح‌پور گرامی و همچنین شما. خب آقای فتاح‌پور، خب از اون دیدگاه سابقه ایشون، از وقتی نگاه میکنیم تجربیات ایشون در سیاست و اون تشویق‌هایی که جریان فکری ایشون از اعدام‌ها داشتن تا به امروز، وقتی می‌خوایم بررسی کنیم می‌بینیم که دیدگاه این فرد و اندیشه که ایشون داره حمایت می‌کنه مشخصاً طرف مقابل رو افراطی می‌دونه و مرگ اون، حذف اون رو یکی از مسیرهایی میدونه که دار تا الان ادامه داره. یعنی هرگز ما بر اساس تفکرات نرمال و دموکراتیک از جریان‌های افراطی که بقیه رو افراطی میدونن خب شاهد نبودیم. ببین مسئله اینجاست که ببین چه کسانی به چه کسانی افراطی میگن، این خیلی مهمه. اصلا افراطی بودن به چه معناست؟ اینکه به نوعی میشه گفت همفکر شما نباشیم به این معناست که آیا ما افراطی هستیم، یا این به این معناست که شما دموکراسی رو نمیپذیرید، این که پلورالیسم رو یعنی تکثرگرایی رو نمیپذیرید. این مسئله از اینجا شروع میشه که ما شاهد این بودیم که فردی مثل ولیعهد ایران، شاهزاده رضا پهلوی، طی سالهای متمادی با بسیاری از گروههای مختلف همکاری کرده، صرفا هم اتفاقا ایشون نمایندگی مشروطه خواهان پادشاهان نداشته و خودشون هم بارها تاکید کرده که صرفا نمایندگی این گروه رو نداره، و گروه های مختلف جمهوری خواه، گروه های مختلف حتی چپ میانه رو و یه جورایی میشه گفت چپ وطن پرستی که تازه داره راه میفته در بدنه چپ ها، به نوعی میشه گفتش اون نسبت به اون جریان چپ رادیکال و جریان های چپ و به نوعی میشه گفتش مجاهد و گروه های دیگه متفاوت بوده و به همین خاطر سالها شاهزاده رضا پهلوی همکاری داشته. ببینید مسئله اینجاست که وقتی میگم چه کسانی به چه کسانی میگن افراطی، اصل مسئله اینجا پیش میاد که ما شاهد این هستیم که گروه های رادیکال به دلیل اینکه باز نمیتابن به مثلا جریان مشروط خواهی رو، ببین اساس تفکر اصلاح طلب ها، مجاهدین خلق که از نظر بسیاری از مردم ایران منفور هستن، چپ های رادیکال و جمهوری خواهان رادیکال که طی سالها اخیر به مدد رسانه ها بسیار تریبون پیدا کردن، اساس فعالیتشون بر مبنای مشروط ستیزیه، پادشاهی ستیزیه، پهلوی ستیزیه و گاهن ایران ستیزیه. یعنی اساس، یعنی کارنامه این گروه ها رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که هر بار میخوان حرف بزنن در مورد رژیم پادشاهی صحبت میکنن، هر بار اصلا در مورد ایران آینده حرف نمیزنن، در مورد دموکراسی نظر نمیدن، در مورد همکاری و همبستگی نظر نمیدن، فقط میگن این گروه نمیذاره. خب این گروه اگه نمیذاره، چرا تا الان شاهزاده ده ها جلسه با گروه های مختلف جمهوری خواه و چپ میانه رو، البته همه اینا که ما در مورد میانه روها صحبت میکنیم که متاسفانه الان توسط یک سری جریان رادیکال و افراطی خلع سلاح شدن و به گوشه رونده شدن و الان یک گروهی اومدن وسط کار که تمام تفکرشون اینه که ستیز کنن. اینجا مسئله اینجاست که بعد در مورد اتحاد و همبستگی، من راستشو بخواید آقای فتاح‌پور صحبت میکردن خیلی متعجب میشدم، چون دقیقا این تاکتیکی هست که تمام تحلیلگران و کارشناسان چپگرا به این مصداق ما بگیم همشون اینه که میگن گروه دیگری رادیکال. حالا این گروهی که ما به عنوان مشروط خواه باشیم تأکید میکنیم، خب افراطی گرایی یعنی چه؟ چه مصداقی برای افراطی گرایی میدونید؟ افراطی راست، افراطی تازه معنی خودشو داره. من تصور میکنم که دوستان چپگرا اصلا مفهوم راست افراطی رو نمیدونن.
یعنی معنی راست افراطی رو با اون با به نوعی میشه گفت تخاصمشون با گروه دیگری رو یکی تصور میکنن. آیا در جریان راست که جریانی که خودم حضور دارم در اون و نمیتونم بگم نمایندگیشو دارم الان در حال حاضر، ولی میتونم به عنوان شخص خودم به عنوان یک فرد راستگرا بگویم که اصلا اون چیزی که شما میگید مضحک است. عذرخواهی میکنم، به منظورم شما نه، اون جریان چپگرا هستش. به این خاطر که ما مشکلی نداریم، مشکلی با نمیدونم به نوعی میشه گفتش اون تفکرات یهودستیزی که در راست افرادیگری هم میبایست باشه نداریم. ما شیفته فلسطین نیستیم. چیزی که برای ما مهمه اینه که وطن خودمون اول اولویت داره. بله، اگر شما بخواید بگید راست افراطی یعنی وطن پرستی افراطی، شاید در این مسئله ما بگیم که اولویت و منافع ملی خودمون برای ما از هر چیز دیگه‌ای واجب‌تره، از هر کشور دیگه‌ای واجب‌تره و منافع کشورمون رو بر اساس عقلانیت می‌چینیم نه بر اساس ایدئولوژی. تمام این مسائل وقتی می‌ذاریم کنار هم، بعد میایم میگیم خب اوکی، ما میبایست یک سری اصولی داشته باشیم که همخوانی داشته باشه با داخل کشور. آیا فعالیت سیاسی در خارج کشور در یک فضای خلأ؟ ما برای چی داریم فعالیت سیاسی میکنیم در خارج کشور؟ برای اینکه رژیم سرنگون بشه. چه کسانی دارن رژیم رو سرنگون میکنن؟ من و شما که در خارج کشور هستیم صرفاً پشتیبانیم. اون کسانی که در داخل کشور هستن یک سری معیار دارن، یک سری اصول دارن. اصول اصلیشون هم وطن پرستیه. اصول اصلیشون هم به اولویت قرار دادن منافع ملی هست. حالا ما میاییم وقتی راست رو تعبیر میکنیم، تفسیر میکنیم، میبینیم که اصلا اون راست افراطی که جریان چپگرا داره میگه اصلا معنی نمیده با جریان راست در ایرانی. اصلا شما مگر اینکه شما راست افراطی آمریکایی رو منظورتون باشه، چون در ایران ما چیزی به نام مبارزه با نمیدونم همجنسگرایان دگرباشان که نداریم از طرف راست. ما چیزی به نام مقابله با دموکراسی از طرف راستگرایان نداریم. آقای فتاح‌پور، شما مصداق باید بزنید وقتی میگید که همبستگی اجازه نمیدن انجام بشه، در حالی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک چهره ملی، سرمایه ملی، که تنها کسی است که در داخل خیابان صداش میکنن و تنها کسی است که میلیون ها نفر حمایت از ایشون میکنن، هیچ کسی دیگه ای ما نداریم. شما نمیتونید این موضوع رو حداقل رد کنید. این فرد تا حالا در مورد همبستگی چند بار سخنرانی کرد؟ چند بار دستش رو دراز کرده به سمت گروه ها؟ ما به جای اون میبینیم اکتیویست های رسانه‌ای دیگه در اسما بینیم، چون فعالیت سیاسی ما در بین جریان خارج کشور به اون معنی تشکیلاتی که نداریم، که واقعیت اینه دیگه. هیچ جمهوری خواه ها یه گروه هایی هستن که در همه گروه های دیگه هم سهیم هستن و هیچ کار سیاسی نمی کنن، همونطور که جریان مشروطه خواهی فقط یه گروه پشتیبان هستش. میخوام اینو بگم جناب فتاح‌پور، حتم این صحبت هم در این بخش باشه، جریان چپگرا دوچار یه جورایی میشه گفتش گیجی در خواسته هستش. اصلا نمیدونه چی میخواد، حتی مفاهیم رو درست تعبیر و ترجمه نمیکنه. اصلا راست افراطی ما نداریم، مگر اینکه حالا یک سری جریان‌های خیلی حاشیه‌ای هستن که اصلا اونا جزء جریان راست نیستن. شما نمیتونید جریان مشروطه خواه رو، جریان پادشاهی خواه متصل به شاهزاده رضا پهلوی رو راست افراطی بنامید. اگر بنامید باید مصداق بگید. اگه شما درگیر یک نفر هستید که یک نفر فلان تفکر رو گفته، من ده ها نفر اسم میارم که علناً گفتن شاهزاده رضا پهلوی باید ترور بشه، علناً گفتن که مرگ بر شاهزاده رضا پهلوی، علناً مرگ بر ملیگرایان گفتن، علناً جریان رسانه‌ای جمهوری‌خواه تمام دغدغش، حتی ما می‌بینیم آقای محسن مخملباف رو شاهد هستیم که میگه من سلاح تو دستم میگیره، آقای صادق زیباکلام رو می‌بینیم میگه سلاح دستم میگیرم در مقابل سرنگونی جمهوری اسلامی که اگر بخواد پادشاهی بیاد. یعنی جریان افراطی که حاضر نیست حتی بشنوه صدای مردم داخل ایران رو، جریان چپگراست که کل میگم ساختارشون، یعنی کارنامهشون پهلوی ستیزیه. چه در اول انقلاب که شما در گروهی بودید که اگر به خاطر بیایید آقای فتاح‌پور دادگاه ها رو تشویق به اعدام های همون مشروطه خواهان میکردن، شما در همون گروهی بودید که ترور افراد توسط همون گروه انجام شده. یعنی سابقه جریان چپگرا، سابقه همراه با ترور و کشتار و افراطی‌گری هستش. من با احترام به فعالیت‌های امروز شما اینو دارم میگم، به گذشته شما رجوع میکنم، فقط میخوام بگم که
ما افراطی نیستیم، شما افراطی هستید و فقط برای اینکه سرکوب کنید چون رسانه ها در اختیار دارید به بقیه میگید افراطی. چرا؟ چون فکر میکنید با این واژه های افراطی میتونید مخاطب رو به این حالت ببرید که اینها دموکرات نیستن، در حالی که شاخص های دموکرات رو ما در وجود شما ها نمیدیم. آیه بتاپور پاسخ شما رو هم میشنویم، بعدش مسائل بعدی رو لطفاً کوتاه. راجع مسائل 40 سال پیش هر واقع وقت بذارید میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم و راجع به اجزای متفاوتش، ولی راجع مسائل امروز آقای رضا پهلوی گفتن راست افراطی نظر شما وجود نداره. خب پس آقای رضا پهلوی حرف بی خودی زدن. خب نقدشون بکنید دیگه، در روابط بیاید بگید راست افراطی وجود نداره. ما در جامعه ایران شعار مرگ بر چپی نشنیدیم، اصلا نشنید، نگفت کسی، در هیچ تظاهراتی نگفت، هیچ جا نوشته نشد. ما مرگ بر سه مفسدی نشنیدیم، ما نیومدیم ببینیم که ائتلاف تشکیل بدیم، وقتی ائتلاف تشکیل میدیم، وقتی به هم میخوره شرکت کننده ای در ائتلاف بشه تجزیه طلب، مرگ بر تجزیه طلب نشنیدیم. بنابراین شما یه مقداری هر کسی که اومده مرگ بر آقای رضا پهلوی یا هر کس دیگه ای گفته افراطی است، ولی شما یک بار نگاه بکنید در صحنه، بالاخره کسانی که در این صحنه نشستن دارن میشنفن تمام مسائل دو سال قبل رو و امروز رو دارن میبینن، فضای مدیا رو میبینن و میبینن که چه نیروهایی مشخصا در رابطه با نیروهای دیگه نابودیشون رو خواستن، مرگ بر گفتن، در تظاهرات ها اومدن گفتن، چه راست چه چپ، چیزهایی که این لیدره میگن میشن افراطی. همینطور که گفتم مسئله بر سر این نیست که اینها فقط مانع از همراهی میشن. خب طبیعتاً میشه راجع به اینکه بالاخره اعترافی کش که ما به عنوان نیروهای جمهوری خواه رفتیم یه همگامی تشکیل دادیم، یک سلسله نیروهای جمهوری خواه با هم متشکل شدن، الان دو سال هم هست داریم فعالیت میکنیم، فعالیتمون هم داریم ادامه میدیم، ولی چرا همگامی موفق نشد؟ چرا مسئله جورجتان موفق نشد؟ آیا جز اینه که همین مباحث در درون جریان هوادار رژیم پهلوی مطرحه؟ شما کجا وایسادید تو این دعوایی که وجود داره تو این اختلاف در رابطه با نیروهای جمهوری خواه، نیروهای غیر رژیم پهلوی؟ بنده طرفدار نیروهای، بنده مخالف نیروهایی هستم که نابودی نیروی دیگه ای رو میخواد، هیچ فرقی نمیکنه کدوم نیرو باشه. حالا بین نیروهای راست شما در کجا وایسادید؟ همونطور که مطرح کردم یک وجه اینجاست که این نیروها مسئله اتحاد رو مانع میشن و شدند، یعنی از طریق این شعارها امکاناتی به وجود آوردند که تحت فشار قرار دادن نیروهای دیگه ای رو برای اتحاد. ولی وجه مهمتر اینه که این ایده که میاد میگه مرگ بر چپی، وقتی کسی میگه مرگ بر چپی و میاد این رو شعار میده، یعنی یکی از نهله های سیاسی ایران رو خواهان نابودیشه. این با پذیرش همزیستی نیروهای مختلف و رقابت سیاسی نمیخونه. نمیاد بگه من چپی رو مخالفم به این دلیل که نظرات سیاسیش غلطه، نمیاد بگه که من فلان نیرو رو مخالفم به این دلیل که فلان سیاست رو پیش میاره من باش مخالفم و پیشنهادات من اینه، بلکه میگه نابود باد فلان نیرو و در این رابطه عمل میکنه. فضای مدیایی هم که به وجود میاره میبینه. بنابراین در این زمینه که شما راست افراطی میگین وجود نداره، مصداق نداره، لطفاً این ایده ها رو اگر قبول دارید این رو، اگر قبول ندارید فکر میکنید که خب میشه نیرو خاصه باشه که نیروهای دیگه هم نابود باشن، خب در اون صورت ما با هم دیگه تفاوت نمیکنه که راست افراطی چیه. منده با شما باید مطرح بکنم که شما با این نیروتون یه نیرو دموکرات نیستید و در نتیجه سعی بکنید ایدهاتون رو عوض بکنید. ولی بحث همینطور که مطرح کردم وسیع‌تر از این موضوعه، بحث وسیع‌تر از موضوعی که آقای رضا پهلوی به درستی نیروی چپ افراطی و راست افراطی رو مورد نقد قرار دادن. بحث بزرگتر اینه که نیروهایی هم که در چارچوب افراطی قرار ندارند، بخشی از سیاست‌هاشون در جهت خلاف همراهی بوده. یکی از سیاست‌هایی که وجود داره، وجود داشته و داره، این فقط نیروهای افراطی رو در بر نمیگیره، اینه که این تصور رو دارن که خودشون تنها نیرون یا قوی ترین نیرون و بر این مبنا میگن هر عملی بخواد انجام بشه باید تحت رهبری ما تشکیل بشه. چنین ائتلافی شکل نخواهد گرفت. من برای اینکه مثالی زده باشم، در کشورهای خارج در اروپا، من در دهه 60 و 70 سازمان مجاهدین قوی ترین نیرو بود، واقعا قوی ترین نیرو. این سازمان بیشترین تعداد زندانیان رو داشت، بیشترین تعدادی رو داشت که کشته شدن در
تظاهرات ها. در تظاهرات خارج کشور سازمان میداد، چندین هزار نفر در هر شهر بیرون می آورد تو تظاهرات ها. در داخل کشور هم عملیات نظامی میکرد، نیروی مسلح داشت کار میکرد. خب بنده باش مخالف بودم، ما باشون اتحاد نداشتیم به دلیل اینکه با سیاستشون مخالف بودیم و خب متفاوت بودیم. ولی که این نیرو تصور میکرد که به همین دلیل مشروعیت داره که خودشو نماینده مردم ایران بدونه و از همین زاویه عمل میکرد و نتیجهش این شد که بعد از یک دوره‌ای با همه نیروها رابطش قطع شد، چون که پیشاپیش خودش رو رهبر تمام دوران گذار میدونست و ائتلاف و همراهی رو نه توافق برای یک برنامه بلکه پذیرش رهبری خودش میدونست و در نتیجه میبینید که میخواست از امروز تعیین بکنه رهبر آتی یا رهبر تمام پروسه کیه و در این جهت حرکت کنه. من نقدی که به جریان هوادار رژیم پادشاهی دارم نه فقط افراطیونش، یه بخشی اون افراطیان همینطور که گفتم متاسفانه این افراطیون، یعنی کسانی که این سیاست رو میگن، اشکال قضیه اینه که از نزدیکان آقای رضا پهلوی هستن کسانی که این سیاست رو مطرح میکنن و در این افراد اومدن این ایده ها رو مطرح کردن. شما مثل مساق دارم کسانی که این ایده ها رو مطرح کردن، ولی علاوه بر این سیاست عمومی، بله مثل شما، مثل خود شما، مثل حزب شما، افرادی از حزب شما همچون سیاستایی رو مطرح کردن و افرادی از همسر خانم آقای رضا پهلوی در توییترش نوشته مرگ بر سید مفسدین چپی فدایی آخوند. بنابراین مسئله مرگ بر از نزدیکترین ایده ها مطرح شده. ولی کن علاوه بر این موضوع که من به نظر من این یه وجه، در مجموع عمومی سیاستی که فکر میکنه، ادعا میکنه به هایی که این واقعیتی که خب هیچ مساقی که وجود نداره الان بزنیم ارزیابی بکنیم، ارزیابی واقعیت موقعی که یک نیروی قدرت داشته باشه بتونه فرمان بده 1,000,000 نفر بیان تو خیابون، اون موقع نیروی قدرتمندیه. من تو گفتم مجاهدین قدرت داشتون زمان چون میتونست نیرو بیاره، ولی ادعا میکنه که ما خیلی قوی هستیم. نوع رابطش که در رابطه با اتحاد دیگران به کار برد در این سالها و من جمله در جورجتان اتفاق افتاد برای توسط بخشی از این نیروها در تبلیغات تلویزیونی به طور مدام مطرح شد، این بود که بیاید شما همه تحت هدایت یا در اتوبوس بنده بشینید و من هدایت بکنم. چنین نوع اتحادی تشکیل نخواهد شد. اتحاد در صورتی میتونه در این نیروها تشکیل بشه که این نیروها بتونن با همدیگه توافق بکنن، وجود همدیگه رو به رسمیت بشناسن، مذاکره کنن و به نتایج معین برسن. آقای رضا پهلوی در این زمینه تلاش کرده، ولی متاسفانه به دلیل همین مسائلی که گفتم و شکل برخوردی که خودشون داشتن میبینیم که ناموفق بودن. یعنی در تمام اتحادهایی که تشکیل شده نتونستش دوام داشته باشه. خب این باید ریشه یابی بشه طبیعتا. بنده فکر میکنم ریشه یابی این یک بچش وجود نیروهایی هستش که همینطور که مطرح کردم هستی و نیروهای دیگر رو زیر سوال میبرن و یه بچش هم اینه که نوع تلقی که از نزدیک اطراف دارم، تو خب الان بخشی از هواداران آیرز پهلوی میگن که اصلا ما ائتلاف نمیکنیم، میتونیم روی خودمون حرکت کنیم. خب بکنن. ما یه دفعه قبل هم که با هم همینجا صحبت داشتیم راجع به همین موضوع بود، طبیعتاً یه نیرو حقشه با نیروهای دیگه ائتلاف کنه یا نه. از نظر من مهمتر از ائتلاف کردن اینه که نیروها به این نتیجه برسن به جای اینکه همدیگر تخریب بکنن، به جای اینکه مرتب علیه همدیگه صحبت بکنن، بیان سیاستی پیش ببرن که در جهت تقویت باشه، اختلافاتشون رو با همدیگه مورد نقد قرار بدن، حمله بکنن، ولی تلاش نکنه یک نیروی دیگه رو حذف بکنن از صحنه. ولی اگر صحبت از ائتلافه، موقعی که بخواد اتحاد و همراهی تشکیل بشه باید چارچوب فکری نوع برخورد عوض بشه. باید پذیرفته بشه که نیروهای مختلف هر کدومشون وزن دارن، هم با همدیگه توافق بتونن بکنن. طبیعتاً وقتی توافق کردن نیروها بر مبنای وزنی که دارن هر کدوم نقش پیدا میکنه در اون اتحاد. چیز پیشاپیش تعیین شده‌ای وجود نداره. فتوپور ایزدی پاسخ آقای اسماعیل پور رو بفهمیم، بعد بریم سراغ سوال بعدی. لطفا کوتاه پاسخ بدید تا بحث در البته آقای فتح‌پور انقدر شاخ و برگ دادم به بحثشون که میبایست پاسخ بدم. اول اینکه اولین گروه مخالف جمهوری اسلامی مجاهدین نبودن. مجاهدین تا چند سال همراه رژیم بودن، همونطور که گروه شما و گروه های دیگه چپگرا بودن. اصولا این فتنه 57 رو آخوندها انجام ندادن.
جریانات مرتبط با شما و مجاهدین خلق انجام داده و مله ها سوار بر این شدن. یعنی این وضعیت آشفته امروز نتیجه اون محصولی است که شما ارائه دادید. مسئله اینجاست که شما میگید بگذریم از اون 40 سال پیش، من هم موافقم 40 سال پیش شما و گروه های مختلف دیگه، من از نظر من به عنوان فعال سیاسی امیدوارم برداشت شخصی نکنید، منزجر کننده است، چون شماها جریانی بودید که به دنبال اعدام و کشتار مردم بودید. این بعدها بگذاریم، ولی مرتب این بحث رو ادامه میدین. اگر میخواییم بحث رو عوض کنیم رو موضوع صحبت. من به این خاطر میگم، به این خاطر که شما میگید مجاهدین خلق در خارج کشور داشتن فعال از روز اول جو 7 در خارج کشور، به خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی با رادیو نجات ایران، شما حتما به خاطر دارید، و گروه های دیگه که در شهرهای مختلف مجبور به تبعید اجباری شده بودند، پادشاهی خواها نشست داشتن، جلسات داشتن، شاهزاده رضا پهلوی از زمانی که به فرانسه رفتن و بعد به آمریکا رفتن و همه این مسائل رو اگه دقت کنید توجه کنید همیشه فعالیت میکردن و خواسته های دموکرات داشتن، هرگز هم به دنبال انتقام نبودن و نیستن و مشخصا حتی در مورد سرکوبگران هم به دنبال ریزش اونها هستن. اما یک سری مواردی شما گفتید برای من واقعا جای سوال و تعجبه که چرا همچین چیزهایی مطرح کردید، تحریف میکنید یک سری اتفاقات تاریخی و یک سری اتفاقات رویدادها رو تحریف میکنید. مثلا میگید اتوبوس رو شاهزاده رضا پهلوی، همین که شما میاید این مسئله به این مهمی رو تحریف میکنید، اولا صحبت من رو هم تحریف کردید. من گفتم راست افرادگری در بین جریان مشروط خواه پادشاهی خواه نیست، نگفتم راست افرادی نیستش کلا. همین که شما این رو تحریف میکنید در زمانی که من با شما دارم صحبت میکنم، همین که صحبتهای ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی رو که گفتن این اتوبوس رایگان هست و همه میتونن سوار بشن، میگید اتوبوس من همه میتونن سوار بشن، اینها نشونه اون کینه ها و عقده های پهلوی هست، بحث هستش، ما شخصی مطرح نمی کنیم مسائل رو. نشونه هایی هست که تمام جریان شما در حضور بانو یاسمین پهلوی در فرانسه شعار مرگ بر شاهزاده رو دادن و ایشون گفت اینها به دنبال تخریب اتحاد هستن. شعار مرگ بر ملا چپی مجاهد و یا هر چیزی پسوند و پیشوندش یک شعار سیاسی هستش. شما اون زمان به دنبال مرگ واقعی بودید، اما یک جریان‌های شعارهایی میدن به دلیل سابقه و همچنین خواستگاه فکرشون. ببینید وقتی که این سه گروه رو در کنار همدیگه قرار میدن و اصلاح طلب‌ها و جریان تجزیه طلب‌ها، ببینید من نگفتم مرگ بر تجزیه طلب، ولی الان من میگم واقعا ننگ بر تجزیه طلب‌ها که شما، من نمیدونم چرا یه جورایی دفاع دارید از اونها میکنید، ولی جریانی که به دنبال کشتار مردم در نهایت، بعضی چیزها شعاره اما اجرای کردن اون منجر به مرگ هموطنان ما هستش، منجر به مرگ ایران هستش. ما ملیگرایان مشخص در مقابل این تفکرات چپی ملایی و مجاهدین آخوندی نمیدونم تجزیه طلبی و جریانهای پاندی باندی که به دنبال نفع بردن از قیام مردم ایران در داخل هستن که خواسته دیگه ای دارن. شما میگید شعار مرگ بر فلان گفتن، ستمگر گفتن، بله مجاهدین خلق اینو پروموت کرده، این رو ما همه ما میدونیم که مجاهدین خلق این تفکر رو داره، فقط حتی جریان های جمهوری خواه هم به دنبال این نبودن ولی فریب خوردن. تجزیه طلب ها رو کنار تجزیه طلب ها قرار گرفتن جمهوری خواه ها، کنار مجاهدین خلق قرار گرفتن. شما نمیتونید منکر بشید مجاهدین خلق با گروه های مختلف از همون اول انقلاب داشتن فعالیت میکرد. من به عنوان تحلیلگر سیاسی که رشته علوم سیاسی خوندم، کارم حوزه سیاست بودش، میتونم فکت های مختلفی به شما بگم که همین گروه های تجزیه طلب کومولو و دموکرات و گروه های دیگه با مجاهدین خلق در عراق کار میکرد. شما نمیتونید گروه های مختلف سیاسی که در پنهان پشت پرده با مجاهدین منفور خلق داشتن کار میکردن رو منکر بشید، چون همه اینها مستند است. همین که در کنار هم جشنهایی رو برگزار میکردن در سوئد، همین که در جاهای مختلف کنار هم مینشستن، اینا نشانه هایی از اتحاده، حتی اگر اعلام عمومی نکنن. مثلا اینجا سایه فتاپور عزیز، شما در مورد میشه گفت دموکرات ترین گروه ممکن دارید صحبت میکنید که اونو افراطی مینامید. چرا دموکرات ترین؟ وزن سیاسی افراد بسیار مهمه. اینکه یک سری، حالا شما از گروه های متعددی که در یک تجمع تشکیل جمهوری خواه صحبت میکنید، وقتی ما تعداد اونها رو میشماریم میبینیم تعداد بسیار کمی هستن حتی در عضویت تشکیلاتشون.
اما ما یه حزب مشروطه ایران داریم، از همون اوایل فتنه 57 هم فعالیتش دیگه در خارج کشور. چه تعداد نیرو داره؟ شما میدید اعضای اون چندین هزار نفر هستش؟ مطلع هستید؟ میدونم، چون شناخت دارید از مسائل سیاسی کاملا. همین که این گروه به اون اعضا و تشکیلاتش هیچ وقت نیومده ادعا کنه که من هم باید یک میز تصمیم گیر و تصمیم ساز داشته باشم، نشون از دموکرات بودن مشروطه خواهان میده. اما جمهوری خواه ها و جریان چپ ها و جریان های تضییع طلبی که به نوعی به دنبال آشوب در ایران هم هستند، اینها فکر میکنن چون در خارج کشور یک تشکیلی راه انداختن، تشکیلات راه انداختن، پس امروز میتونن در کنار یکی از سنگین وزن‌ترین از نظر سیاسی در ایران، یعنی شخص ولیعهد ایران که میلیون ها نفر عاشق در ایران داره، حامی داره، شعارهای شما یک شعار مجاهدین خلق رو با هزاران ویدیو و تصاویر مختلف از شاه ایران برگرد به ایران یکی نکنید. میزانی که در ورزشگاه ها در اون به نوعی میشه گفت زیر دوربین ها شعارهای رضا شاه روحت شاد میدن، نشون از وزن سیاسی یک فرده. این وزن سیاسی یک فرد تصمیم ساز میبایست باشه و بقیه در کنارش بنشینن. این اصل در سیاست. شما نمیتونید دموکراسی رو به عنوان عدالت بنامید. دموکراسی به معنای یعنی به نوعی بخشش عدالت در رفتاره، نه بخشش عدالته. شما نمیتونید گروه من کوتاه بگم میخوام بگم که وزن سیاسی مهمه. شما میگید فلانی، من یه سری در مورد من هم گفتید، من مشاور ولیعهد ایران نیستم، ارادت دارم به ایشون و من نگفتم، من در مورد جلسه نمونه شما بودید. من میخوام بگم من مشاور و ایشون مشاوران بسیار زیادی دارن، گروه های هم فکر بسیار زیادی دارن. شما به خاطر یک نفر که باهاش مشکل دارید، ایشون چون صراحت کلام داره، نمیتونید فرد شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان اطرافیان شاهزاده مدام لقب بنامید که افراطی هستن. افراطی کسانی هستن که یک نفر رو به جای همه دارن میزن. اون فرد هم نظرشو داره میگه. هیچ ممانعتی در سیاست در امریکا، من از اعضای حزبی هستم در اینجا دارم میبینم، سیاست یعنی همین صراحت کلام. نه سیاست این که به شما هر چی گفت شما بگی سر خم کنید، بگی چشم و تمام بشه. علی ببینید خب بعدش پاسا خودتون کوتاه لطفا بدین، چون میخوام بس در گردش باشه، سوالات زیادی مونده. ببینید یه موضوع رو روشن بکنیم. آیا کسانی که خواستار نابودی یکی از نهله ها هستن افراطی هستن یا نه؟ یه چنین ایده ای رو مطرح میکنن؟ آیا در میون راست ها چنین ایده هایی وجود داره یا نداره؟ شما رو بنده مطرح نمیکنم، اسم شما رو فقط نمیگم. آیا هست یا نیست؟ آیا شعار مرگ بر چپی رو شما شنیدید یا نشنیدید؟ اینا خب افراطیه دیگه، یعنی خیلی ساده. اگر آقای اینا وجود نداره، اشکالی نداره، آقای رضا پهلوی رو شما دارین نقد میکنید. بنده میگم ایشون تایید میکنم. هم اون کسانی که از موضع چپ شعار مرگ بر سلطنت میدن اینا افراطی هستن، مرگ بر آقای پهلوی بگن افراطی هستن، همون کسانی که از موضع راست نابودی کسی دیگه ای رو بخواد. فقط نشون بلکه سیاستش. ده ثانیه آقای فرادی از خواهی میکنم. ببینید مسئله اینجاست که فرق است بین یک کنشگر سیاسی هویت دارای شناسنامه مشخص با شهروندی که میبایست انقلابی باشه. شما نمیتونید به شهروند داخل ایران بگید افراطی. شما حق اینو ندارید. من شهروند رو نمیگم، من نیروهای سیاسی رو میگم. من همون کسانی که آقای رضا پهلوی مورد نظرشون هست رو میگم. نیروهای سیاسی اسنامه دار هرگز این چیزی رو نگفتن و اگر گفتن هم آقای رضا پهلوی رو شما ناقد هستید. پس شما ناقد آقای رضا پهلوی هستید، میگید که آقای رضا پهلوی در مورد چپ افراطی درست گفتن، ما راست افراطی نداریم به عنوان سیاسی. نه، من راست افراطی نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی، من اصلا در مورد این حرف نمیزنم. کیه پس راست افراطی؟ اون نیروهایی که این حرف راست افراطی مطرح کردن. غلطه میکنید، سفسطه میکنید به این خاطر که میایید شاهزاده رو بخواید تخریب کنید، میاد میگید نزدیکان شاهزاده، بعد وقتی ما میایم میگیم همچین چیزی در بدن من نظر خودم رو گفتم. ایرادی رو که با آقای رضا پهلوی میگیرم اینه که میگم ایشون این حرفی که میزنن درسته، ولی در میون کسانی هستن که باشون کار میکنن و این سیاست ها رو همین دوره اخیر پیش بردن. شما اصلا میگید نیستش، خب نیست، بحث دیگه است اصلا. دومین موضوع، ببینید یک اتفاقی افتاد، مثال معین بزنم. شما ندید 40 سال پیش، بحث مجزا میذاریم رو 40 سال پیش صحبت میکنید، بحث امروزه که صحبت میکنید.
در همین یک سال اتفاقی افتاد. رفتید شما دوستان رفتید یک منشوری تشکیل دادید به نام جورجتاون. بنده راجع به اون منشور صحبت کردم، در عین حال که باش موافق نبودم با شکل تشکیلش، انتقاد داشتم، استقبال کردم، یک کلمه منفی نگفتم. شما یک کلمه منفی در این 7-8 سال غیر محترمانه راجع به آقای رضا پهلوی از بنده نشنیدید. راجع به کل مشروطه خواه از بنده 10 بار اینجا اومدم با همین تلویزیون صحبت کردم، مخالفتونم هستم. ولی بعد این منشور با هم دیگه نتونستن کار کنن به هر دلیلی. شما برگردید به ادبیات نیروهای هوادار رژیم پادشاهی، بخش مهمشون مراجعه کنید، راجع به افرادی که تا دیروز با آقای رضا پهلوی کار میکنن با چه ادبیاتی صحبت کردن، راجع به آقای مهتدی، راجع به آقای اسماعیل پور، راجع به آقای مسیح، خانم مسیح علی نژاد، ببینید با چه ادبیاتی صحبت کردن. اگر اینها لایقشون بودند، خب شما دارید با این کار علیه آقای رضا پهلوی تبلیغ میکنید. چطور ممکنه آقای رضا پهلوی بره با این افراد ائتلاف تشکیل بده، اصلا اطلاع نداشته باشه که اینا مثلا آقای مهتدی یکی از تجزیه طلبان 40 ساله است، یا آقای اسماعیل پور نمیدونم رگه مجاهدینی داره، یا خانم علی نژاد فلان بهمانه. اگر یه چنین چیزیه، ولی اگر نیست، آخه چرا این مخالف هستید؟ اشکال داشته این سیاست ها سیاست های غلطیه. این سیاست ها اعتماد به کار مشترک رو از بین میبره. حسن نیت شاهزاده ایران، حسن نیت ایشون باعث شد که ایشون در اون میز بنشینه و زمانی که تلاش کردش اون مسیر رو به مسیر ملیگرایی تغییر بده و بعضی از دوستان که متاسفانه اون تب و تاب تجزیه طلبی و یا حمایت و دشمنی با شخص شاهزاده رضا پهلوی اصلا سر لجبازی حاضر هستن ایران رو بفروشن، خانم علی نژاد هستن لجبازی حاضر هستن، حتی حاضر نیستن سلام کنن مثل آقای اسماعیلیون. نکته اینجاست آقای فتحپور گرامی، ما مسئله شخصی نداریم اینجا که بگیم ما نمیدونم به این فرد گفتیم یا نگفتیم، توهین کردیم یا نکردیم. جریان شما این کارو کردش. نکته دوم اینه که زمانی که من ببخشید معذرت میخوام، جریان ما گفتید منظور چیه؟ من ملیگرا وقتی دیدم اون منشور خروجیش توسط آقای اسماعیلیون نوشته شده به گفته سجادپور که مستند هستش این موضوع، مشخص شد که مباحث ملیگرایی توش نیست. من جزو اولین کسانی بودم که اعتراض کردم به شخص ولیعهد ایران، به همه عزیزان که گفتم اونجا و همه این چیزا هستش. نکته اینجاست ما و مردم ایران ملیگراییم. مسئله خط قرمز ما ایران، ما برای مبارزه میکنیم برای چی؟ با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم که ایران پس بگیریم و ایران یک حکومت ملیگرا باشه، نه اینکه حکومت دست تجزیه طلب ها و یه سری منفعت طلب ها بیفته. بفهم آخه ببینید دوست عزیز، شما این بحثی که باش مخالف هستید با اون ایده مخالفید، بحثی نیست، میتونید انتقاد بکنید، مثل بنده که اصلا با شکل‌گیری این شکل منصور ترشان موافق نبودم، با هیچ کدوم از این نیروهایی که شرکت داشتن باهاشون در هیچ کدوم ائتلافی تا به حال نبودیم، نیروهای متفاوتی هستن. ولی بنده از این که چند شخصیت سیاسی ایران با هم دیگه تصمیم گرفتن کار مشترک بکنم و این میتونه کمک بکنه به اینکه بلوک ها با هم دیگه بتونن بحث بکنن صحبت بکنن، اظهار استقبال کردم، گفتم این عمل خوبه با اینکه باش موافق نبودم. شما باش اختلاف داشتین هیچ ایرادی نداره انتقاد کردید، اون منشور به هم پاشید. آخه بحث افراطی رو ما داریم میکنیم. وقتی به هم پاشید، به هم پاشیده شد، نتونست ادامه بده، تقصیر هر کسی بود. اصلا من که توش نیستیم، من و شما، من که نبودم، شما بودید، میتونید معتقد به نقد این یا اون باشید. ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم، منتقد به هر کسی باشید. شما وقتی با این ادبیات نسبت به شرکت کنندگان در این منشور حمله میکنید، اون کسانی که سازمانده و شکل دهنده خودشون بودن رو دارید بی اعتبار میکنید. یک دو امکان. چرا دیگه آقای رضا پهلوی رفته با کسی که سالها تجزیه طلب بوده و اصلا مصدر تجزیه طلبی در ایرانه، میخواد با همدیگه برای یه کار ملی کار بکنه، نمیدونسته ایشون اینجوریه؟ با کسی که نمیدونم همینجور آقای اسماعیلون که بهمان و فلان بوده کار کرده. اینها اعتبار یک شخصیتی رو که میخواد نقش سیاسی در ایران پیش ببره زیر سوال میبره. دوم این که برای بنده‌ای که میخوام با شما مذاکره بکنم، میگم آخه این چه جور رابطه‌ایه؟ ما میتونیم با هم دیگه الان صحبت بکنیم، بنده مثلا فرض بکنیم آقای داریوش و همایون که زنده که بودن، هر زمانی از سوئیس میونن کل اولین کاری که کردن زنگ میزدن، ما میرفتیم میشستیم کلی با هم دیگه بحث و فحص میکردیم، با هم ائتلاف نداشتیم، با
هم دیگه رابطه ای داشتیم، صحبت میکردیم، رو مسائل سیاسی هم فکری میکردیم، هنوزم به مرحله ائتلاف و همکاری نرسیده بود. حالا اگر پس فردا بنده با آقای داریوش و ما این اختلاف پیدا کنم، همون دیدارا رو بخوام یه چیزی بکنم بزنم تو کله ایشون، که دیگه شما که دیگه پس فردا با من کار نخواهید کرد. شما دو تا اشکال داره این کارتون. یکی این که خود این کاری که شما به مختلف دیروز خودتون با این ادبیاتی که برخورد بکنید، این اعتبار کلن مجموعه نیرو رو میبره زیر سوال، که خب این کار میکنه و این سوال رو پیش میاره آخه چرا این همه ائتلاف به هم خوردن؟ چه ایرادی وجود داره؟ ما برای ایران داریم مبارزه میکنیم، نه برای جیبمون، نه برای اندیشه‌های خودمون، ما برای مردم ایران. بله میفهمم، برای مردم ایران این کار به ضرر مردم ایرانه، این نوع اقدام به ضرر مردم ایران، این کار ادامه ندید دفعه بعد. آقای فتاپور، کریم سجادپور گفت متن منشور توسط، یعنی مأموریت نوشتن متن منشور آقای اسماعیلیون بوده و اونجا در مصاحبه که اخیراً کرده اشاره میکنه که متن فاقد در واقع موارد لازم بود تا اینکه مردم ایران رو جذب کنه. شما لوگوش رو نگاه میکنید، نامی از ملت ایران نبوده و اعمالی از این دست. یعنی من میگم اصلا من راجع به این موضوع با شما بحث نمی کنم. آقای دوست عزیز، شما میتونید بگید این منشور به این دلایل ایراد داشته، اصلا من بحث نمی کنم، شما نه ایراد میگیرید، ولی شما رفتید در یک ائتلافی شرکت کردید، بعد به این نتیجه رسیدید که ایراد داره، یک ادبیات تند کوبنده ای راجع به شرکت کنندگان در همون ائتلاف پشتش به کار برد. این کار غلط بوده، مسائل سیاسی الان هم ادامه میدید، این کار ادامهش اشتباهه. باشه، ولی من بدترین، با توجه به اینکه من توییتر هستم، در اینستاگرام هستم، من بدترین ادبیات و حقیقت چه بخواید از سمت نیروهای مخالف رضا پهلوی نسبت به ایشون. اونا نیروهای منفی داشتن، من حرفی ندارم، اونهایی هم که مخالف تون برخورد کردن اونا هم اشکال نشه. آقای فتاپور اجازه بدید من سوال مطرح بکنم. دو بار آقای اسماعیل پور در طی صحبتشون به پیشینه شما اشاره کردن، اینکه چریک فدایی خلق بودید و چریکای فدایی خلق دست به کشتار زدن، ترور زدن، از جمله یک سرمایه‌دار، از جمله اینکه در بعد از انقلاب هم تا مقطعی با خمینی و اعدام‌ها همراه بودن. پرسشی که به میون میاد اینه که شما میگید که نیروهای راست خواهان حذف نیروهای دیگه هستن. شما یه بار نشون بدید که نیروی راست دست به ترور زده باشه یا چیزهای شبیه به این. ولی خب نیروهایی که شما نمایندگی میکنید در گذشته دست به اقدام زدن و قتل و ترور هم شامل گذشته. شما اجازه بدید ما راجع شما اجازه بدید ما نریم روی 40 سال پیش. اگر میخواید برید، ما راجع به همین ساواک، یکی از بحثایی که داشتیم، بحثای مفصلی داشتیم. من اون موقع یه دونه منشور میارم وسط میدون که ساواک چه کارایی کرده، نیروی راست. بنابراین اگر میخواید برید در 40 سال گذشته صحبت بکنید، راجع به سازمان‌های چریکی رو مورد نقد قرار بدید، اجازه بدید. اگر میخواید در سازمان چریکی، من به اندازه نقد سازمان‌های چریکی و دوران چریکی یک کتاب دارم، در حد یک کتاب مطلب نوشتم، از زاویه‌های مختلف، زاویه‌های متفاوتش رو نقد کردم، مورد بررسی قرار دادم، اصلا چرا شکل گرفت. فقط تو ایران که نبوده، رئیس جمهور برزیل چریک بوده، رئیس جمهور قبلی برزیل 8 سال هم ریاست جمهوری کرد در برزیل که هفتمین کشور صنعتی جهانه. چرا در اون دوره این اتفاق افتاد؟ بزرگترین مشاور فرانسوا میتران، رژی دبره، تئوریسین جنبش چریکی بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا چنین مسائلی در جهانه؟ من راجع به اینا زیاد نوشتم. شما یک جلسه بحث بذارید، بنده بیایم ستایمون بشینیم، راجع به دوران 40 سال پیش، راجع به هر کدوم از اجزایش که شما مایلید صحبت بکنیم. بنده هم ناقد صحبت میکنم. در رابطه با ساواک هم بنده ایرادی که داشتم به بحثایی که مطرح بود این نبود که اون اتفاق افتاده به شما یا نمیدونم به حزب مشروطه یا به آقای رضا پهلوی و دیگران ارتباط داره. بحث من این بود که دفاع نکنید از اون دوره، نقد بکنید. به عنوان شما اگر معتقد به یک جریان مشروطه هستید، از اقدامات نادرست اون موقع باید به عنوان ناقد وارد بشید. ایجای کار من مخالف بودم با دوستانی که دفاع کردن، گفتم شما که دفاع میکنید در جامعه این پدیده رو میاره که اگر قدرت بگیرید اون رو تکرار میکنید. راجع به اون دورانم هر زمانی که شما فرصت بخواید بنده آمادگی دارم بشینیم یه جلسه مفصل کامل صحبت کنیم. جریانی که شما نقد کنید سوالی میکنم، این جریان ملی‌گرا هستش؟ این جریان ملی‌گرا که دوستان بهش میگن ایشون جریان، ایشون یک جریان ملی در ایران هستش و همه ما نیروهای ملی به ایشون احترام میگذاریم و من و شما از ایشون استفاده کردیم. مسئله اینجاست، خانم نرگس محمدی
نمیدونم آقای کیوان صمیمی، خانم سپهری، همه اینها نیروهایی هستن که دارن فعالیت میکنن و باید به تک تک تشون احترام بذاریم. و یک نفر تمام کسانی که کشته شدن و امروز در زندان دارن مقاومت میکنن، نیروهای مورد احترام همه ما هستن. شما شاخهای مختلف میرید، ملی گرایی و راست رو شما به عنوان راست افراطی معرفی می‌کنید. مثلا ملی گرایی، صبح من ملی گرایی رو کی گفتم راست افراطی؟ در ایران ما نیروی ملی گرا لازم داریم. ما در ایران نیروی ملی گرا لازم داریم. بنده منتقد ممکنه نسبت به ایده ملی گرایی مورد نقد قرار بدم و بگم ایده ملی گرایی با ایده وطن پرستی چه فرقی داره؟ ایده هاشو مورد بحث قرار بدیم، بحث نظری بکنیم. ولی خب یک ایده هایی که منم باش نظر انتقادی دارم میتونه در کشور وجود داشته باشه، با هم هم میتونن همسویی داشته باشن و کار بکنن. این اسماعیل پور، به منشور جورج‌تاون اشاره کردید، کریم سجادپور که گفته متن منشور توسط آقای اسماعیلی نوشته شده. به نظر میرسه که منشور برهم خورد، چرا که توازنی وجود نداشت، نامی از ملت ایران در اون برده نشده بود. و جالب اینجاست که رضا پهلوی به عنوان در واقع عامل برهم خوردن اون منشور توسط گروه های دیگه مورد خطاب قرار گرفته میشه، در حالی که میبینیم افراد دیگه نقش بزرگی در نابودی اون منشور داشتن. اگر ممکنه توضیح بدید. ببینید، همونطور که جهان اسلام تحریف شده هستش، همونطور متاسفانه جریانهایی که پس از فتنه 57 راه افتادن هر لحظه در حال تحریف واقعیت ها هستن. شخص ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی هرگز اون گروه رو ترک نکرد، مشخصا گفت منحصرا در این گروه نخواهم بود و گروه های دیگر حضور خواهم داشت و خودم رو وقف این گروه تنها نخواهم کرد. این معنی در زبان فارسی بسیار مشهوده. مسئله اینجاست که آنچه که این گروه میبایست به دنبالش میرفت خواست ملی بود، نه خواست سیاسی و گروهی و باندی فاندی. و اینجاست که وقتی فردی به اسم ولیعهد ایران شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینه با خواست ملی و خواست مردم همخوانی نداره. ببینید، ما میبایست در زمین واقعیت نظر بدیم، ما میبایست در زمین واقعی فعالیت سیاسی کنیم و اون کارکرد ما به عنوان اکتیویست سیاسی در خارج کشور زمانی مشهود میشه، زمانی عینیت پیدا میکنه که ما خواسته مردمی رو انجام بدیم. ببینید، در ایران از غرب و شرق و همه جا میگفتن جانم فدا ایران، ولی متاسفانه بعضیا به دنبال یک سری راهکارها و ترفندهایی بودن که مثلا بحث فدرالیسم رو مطرح کنن. ببینید، من بازم تاکید میکنم چون یه شخص تحصیل کرده در علوم سیاسی هستم، فدرالیسم و اینها حتی معنیش رو نمیدونستن. معنی واژه فدرالیسم مثلا در ایران همخوانی نداره. میخوام بگم که آنها به دنبال چیز دیگری بودن و امروز هم که چون مردم همچنان پشت شاهزاده رضا پهلوی هستن، فقط و فقط میتونن یه کاری کنن. در رسانه‌هایی که در اختیارشون صبح تا شب است که ملی‌گرایان اکثریت حذف شدن، مثل جمله خود من که سالها داشتم با رسانه‌ها کار میکردم ولی بعد از قیام مردم ایران به کلی حذف شدم، چون میگفتن خواست مردم فقط ملی هستش، این چیزهای الکی رو وارد نکنید. میخوام اینو بگم که الان اومدن یک کلمه وارد کردن، کلمه رمزی رو دارن، افراطی. این کلمه افراطی نشون دهنده این است که اینا یه حلقه وصل هستن، اینها یک اتاق فکر، حتی اگر هماهنگ نباشه ولی به همدیگه میرسونن اون افکارشون رو و در نتیجه میان میگن راست افراطی نزدیک اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی است. هر کسی که تونست اثبات کنه که راست افراطی به معنای کلمه، نه به معنای اتهام و برچسب و ترجمه ناقصش، راست افراطی در بدنه تشکیلات شخص ولیعهد ایران هستش، اون فرد رو من دانا میدونم. وگرنه هر فرد دیگه بیاد این ادعا را داشته باشه و بدون اسم، مشخصات، کارکرد، رویکرد، این که دوتا توییتر مطلب بزنه یا دموکراسی و معنیشو نمیدونن افراد یا نمیدونن اصلا افراطی یعنی چی، این رو اثبات کنه، من حاضر هستم با اون فرد در مورد اون مسئله تبادل نظر کنم. افرادی مثل آقای فتاپور ایده های سیاسی کهنه خودشون رو همچنان میخوان تازه بفروشن به مردم و به همین خاطر یک سری از افراد رو زیر ساطور قرار میدن و از بین میبرن و براشون مهم نیست که نتیجه عملکردشون منجر به ناامیدی جامعه میشه و این ضربه زدن به قیام ملت ایران هستش. سپاسگزارم از هر دوی شما که در این بحث شرکت کردید. حتما در یه جمله بگم راجع به سوال. ببینید، من نه در جورج‌تاون شرکت داشتم، نه نقشی ما داشتیم در بحثش. بنده خیلی هم برخورد مثبت کردم و اظهار امیدواری کردم همیشه که بتونه موفق باشه.
بنابراین اگر مشکلاتی به وجود اومده اونجا، شما باید در بین نیروهای خودتون بشینید، فکر کنید، بگردید بین هواداران خودتون چه مشکلاتی پیش اومده و کسانی رو که اصلا ما بحث خوشبختانه ما نه این موضوعات رو شرکت داشتیم و این نوع ورود شما به مطلب نیروهای دیگه رو به تردید میندازه که پس فردا اگر بخواین با شما همکاری بکنند، آیا اگر مشکلی پیش اومد میتونیم با فکر با هم فکری با هم دیگه چه جوری با اون مواجه بکنیم، هر کدوممون سعی بکنیم که دیگری رو فقط مقصر جلوه بدیم. امیدوارم که بتونیم بحث در نوبت بعدی پی بگیریم. از شما بینندگان عزیز هم متشکرم که تا به انتها به تماشای این نوبت از برنامه چالش نشستید. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.